سلام سهشنبه 18 اسفند 94 8 مارچ 2016 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محمود بهشتی لنگرودی محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی هر کدام رو به پنج سال زندان محکوم کرد هر سه از اعضای کانون سنفی معلمان سخنگوی این کانون و فعالین خواستهای سنفی معلمان هستند که کانون سنفی معلمان با صدور بیانیه دیروز به این حکم دادگاه بدوی اعتراض کرد در عراق سه مرد و یک زن که نام او سحر الیاسی ذکر شده با اتهاماتی مثل توهین به مقدسات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به دلیل نوشتن مقالات انتقادی در لاین بازداشت شدن یکی از سه مرد دستگیر شده کودک و زیر 18 سال هست آقای اجهی هم خبر داده از اینکه هشت تن از مدل‌های لباس فعال در فضای مجازی دستگیر شدند با اتهاماتی مثل اشاعه فحشا ترویج فساد و امثال هم. موضوع دوم اینکه بازنشستگان پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی دیروز جلوی مجلس داشتند و اعتراضشون به تایید طرح الزام سازمان تأمین نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان از سوی شورای نگهبان بود بازنشستگان فرهنگ هم جلوی مجلس تجمع اعتراضی داشتند به دلیل پایین بودن مزایای شغلی شد خانه مطبوعات آذربایجان غربی هم با صدور بیانیه‌ای نسبت به ضرب و شتم حامد عطایی روزنامه‌نگار اهل این استان و کسی که این حرف های موهن و توهین آمیز نادر قاضیپور رو افشا کرده اعتراض کردند علی رهبری موسیقی دانه تحصیل کرده وین و رهبر ارکستر سمفونیک تهران هم که هفته گذشته استعفا داد و وزارت ارشاد اصرار میکرد که او به سرانجام دیروز ضمن انتشار متن استعفاش همراه با نامه ای که توضیحات کافی رو داده ایران رو ترک کرد او در این نامه توضیح داده که ارکست که تهران که به بنیاد رودکی متصل هست مواجه با رویکردهای امنیتی دخالت ها دلالی نداشتن دانش کافی کسانی که دخالت میکنند و گفته در این شرایط امکان کار کردن نیست امروز قرار است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم با دستفروشان خیابان جمهوری و خیابان ولی اصر برخورد بکنه دیروز جمعی از کسبه با دست فروشان دستگیر شدن درگیر شدن و گفتن اونها مانع کسب ما هستند و به هر صورت این پدیده که ناشی از فقر بیکاری و سطح گرفتاری دیگه هست به جای مبارزه با علت که باید در واقع ایجاد اشتغال مولد بشه با معلول برخورد میشه چندی پیش هم در مترو با دست فروشان برخورد شد و ماجرایی که اکنون شب عید شدت گرفته کسبه هم ناراضی برای اینکه اونها هم به هر حال شب عید امیدوارند بتوانند فروش داشته باشند در حالی که دست فروشان هم محق هستند برای یک زندگی شرافتمندانه بتونند حد اقل درآمد رو داشته باشه موضوع سوم اینکه که ماجرای ممنوع و تصویری آقای خاتمی دوباره با اظهارات آقای روحانی در یزد مطرح شد آقای روحانی ضمن تعریف از سوابق خودش با آقای روح... خاتمی و تعریف از ایشون که از تلویزیون هم پخش شد دوباره به حکم ممنوع و تصویری حمله کرد و روزنامه بشارت در استان یزد هم در صفحه اول عکس آقای خاتمی رو چاپ کرده موضوعی که واکنش آقای اژه‌ای رو به دنبال داشت او تهدید کرد که ممنوعیت چاپ عکس آقای خاتمی کماکان برقراره و تخلف باعث تخلف از قانون و تحت تعقیب قضایی قرار میگیره در واقع به نوعی حتی آقای روحانی رو هم تهدید کرد البته تو همین صحبت آقای اجهی به تناقض گویی افتاد برای اینکه چندی قبل گفته بود که این ماجرا حکم دادستانی رو داره در حالی که ظاهرا گشتن بلکه یک چیزی پیدا کنن و عنوان کرد که یک مصوبه شماره 298 شورای امنیت ملی هستش که سیاست های خبری رو به دبیرخانه گذاشته و اونها این رو تعیین کردن موضوعی که قبلا آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اون رو تکذیب کرده بوده و گفته دبیرخانه هم مصوبه ای نداشته به حال به قول آقای روحانی حتی اگر هم داشته غیر قانونی بوده رجا سعی کرده که توجیح بکنه این رو و گفته که بر طبق مسادیقی که شورای امنیت ملی داده بوده این دادستانی بوده که آقای خاتمی رو ممنوع تصویر کرده واقعیت امر این است که پشت این کینه با آقای خاتمی شخص آقای خامنه این نشسته که در واقع به کینه با ملت ایران میکنه و چون مردم ایران او رو قبول ندارند و با رأیی که با آقای خاتمی دادند پشتیبانی که از او کردند محبوبیت که آقای خاتمی پیدا کرده آقای خامنه خودش رو تحقیر شده میبینه این چنین کینه ورزی میکنه موضوع چهارم این که از سوی آقای خامنه ای ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور به جای آقای واعظ تبسی به نیابت تولیت آستانه قدس رضوی منصوب شد او که چهره مرموز قوه غذایی نام گرفته و با بیت همواره روابط خوبی داشته یکی از قاتل های کشتار سال 67 زندانیان در زندان اوین زمنان داماد آقای علم الهداست و به این ترتیب امام جمعه و رئیس آستان قدس عملا پدرزن و داماد هستند. شاید از اولین اقدامات بعد از مرگ آقای تبسی این باشه که تصویر آقای هاشمی رفسنجانی رو در دانشگاه اسلامی رضوی پایین کشیدن آقای رفسنجانی هم در دیدار با اصحاب فرهنگ و رسانه در خصوص سوالی که گفتند آقای خمینی گفته بوده هر ده سال یک بار قانون اساسی رو باز نگری بکنن پاسخ داد که وقت شاید رسیده با توجه به اتفاقاتی که افتاده ولی شرایط برای تغییر قانون اساسی مهیا نیست البته به موجب اصل 176 قانون اساسی تغییر قانون اساسی از درون قانون اساسی هم توسط کمیته بررسی میشه و نهایتا هم رهبر باید تایید بکنه که خود اون کمیته هم باز منصوب رهبر اکثریت اعضایش و به این ترتیب به تغییر از درون قانون اساسی به اشکال رهبر برخورد میکنه اما سایت پایش که نزدیک به آقای روحانی محسوب میشه خبر داده از اینکه ممکن است برای ریاست مجلس خبرگان رهبری که چهارم خرداد ماه این جلسه و تعیین هیئت رئیسه باید صورت بگیره آقایان امینی مؤمن و موحدی کرمانی مطرح هستند که گفته میشه آقای امینی مورد تایید آقای رفسنجانی هم هست موضوع پنجمین که آقای زلما خلیلزاد در کتابی که اخیرا از خاطرات خودش منتشر کرده به نوشته نیویورک تایمز کتابی به نام فرستاده در اون افشا کرده که قبل از حمله در زمان آقای بوش به عراق با آقای ظریف نماینده وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ژنو دیدار داشته و خواستار این شده که ایران همکاری کنه با آمریکا اگر هواپیماهای آمریکایی وارد خاک ایران شدند اقدام به شلیک نکنند و ضمنا با شیعیان عراق همراهی کنند برای دولت بعد از صدام استرالیا هم خبر داده از اینکه یک کشتی حامل اسلحه را که از سومالی عازم یمن بوده توقیف کرده گفته میشه که این کشتی از سوی ایران ارسال شده بود البته جمهوری اسلامی این موضوع رو هنوز نپذیرفته اما موضوع آخر این که وکیل آقای بابک زنجانی گفته وقتی خبر حکم اعدام و مفسد فلعرز رو به آقای زنجانی دادم او گفت آیا واقعا من مفسد فلعرز هستم من که همباره به نظام خدمت کرده با ظاهرا ایشون به کسانی خدمت کرده که پولها رو خوردن و حالا او رو در مقابل جوخه اعدام قرار دادن دندکی صبح سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز با و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی